اعلام حکم اعدام یه شهروند همیهنمون که عرب خوزستانی هستن، عباس دویس، به خاطر اینکه در اعتراضات آبان ماه 98 شرکت داشته، باز هم حکم اعدام بر او صادر کردن و قرار است که در روزها و یا هفته آینده یا 2 هفته آینده او را هم اعدام بکنند. مسئله نقض حقوق بشر هم طور که عرض کردم امروز یکی از مهمترین مسائلی است که در رابطه با کشور ما هم مورد توجه سازمان های بین المللی حقوق بشری است و هم از سوی فعالان حقوق بشر در داخل کشور و در خارج از ایران به خصوص مورد توجه بیشتری قرار گرفته. در برنامه امشب در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ، استاد و دیپلمات سابق حقوق بشر هستیم تا درباره این موضوع، موضوع شکنجه، موضوع اعدام ها باهاشون گفتگو داشته باشیم. اجازه بدید ابتدا خدمتشون سلام بکنم و خوش آمد بگم. آقای فرهنگ، خیلی خوشحالم که بار دیگر در برنامه ما حضور دارید. خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که گفتگوی ما برای بینندگان و شنوندگان مفید باشه. خواهش میکنم. امیدوارم تو این فرصتی که در برنامه امروز در خدمتتون هستم بتونم سوالات متفاوتی رو بکنم، ولی اگر اجازه بدید ابتدا در رابطه با کتاب و مستندی که اخیراً از طرف خانم نرگس محمدی منتشر شده و در محافل ایرانی ها و رسانه های مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته و اون هم تحت عنوان شکنجه سفید، که همطور که خود جناب عالی هم اطلاع دارید در رابطه با سلول های انفرادی است که برای برخی از زندانیان از سوی رژیم مورد استفاده قرار میگیره. از اینجا شروع کنیم و سوال من اینه که این موضوع شکنجه سفید که بیشتر همین معنا و مفهومش در رابطه با قرار دادن زندانیا در سلول های انفرادی است، به چه منظور از سوی رژیم اعمال میشه در رابطه با برخی از زندانیان؟ اجازه بدید، این شکنجه سفید نام مستندی است که خانم نرگس محمدی بر مبنای کتاب خودش تهیه کرده، که این زبان گفتگو در این مستند فارسی است ولی زیرنویس انگلیسی داره و نزدیک بین 45 تا 50 دقیقه است و این مستند و این برنامه روز 9 ژانویه که میشه 27 دی ماه روز یک شنبه پخش میشه و بعد از نشون دادن این مستند که به وسیله تشکیلات به اصطلاح یک مؤسسه، یک نهاد غیر انتفاعی تحت عنوان صدای به اصطلاح صدای زنان برای تغییر و تحول، که در واقع یکی از مؤسسین و مدیر فعلی او خانم ترانه روستاست که یک روانشناس ایرانی مقیم کالیفرنیا هست، که روزی که این پخش بعد از نشون دادن این مستند، نماینده عفو بین الملل، نماینده دیدبان حقوق بشر و معرف کارزار حقوق بشر برای ایران و آقای تقی رحمانی همسر خانم نرگس محمدی در گفتگویی شرکت میکنند که بجز آقای رحمانی که فارسی صحبت میکنه و ترجمه میشه، اون 3 نفر دیگه به انگلیسی صحبت میکنن و هدف اصلی این برنامه اینه که نه تنها به ایرانیان بلکه خصوصا به طرفداران و علاقمندان به حقوق بشر در سراسر جهان ماهیت به اصطلاح هدف و ماهیت مثل زندان انفرادی، سلول انفرادی در ایران رو توضیح بدن و تمام کسانی که شواهدی که در این مستند وجود دارن تمام افرادی هستن که خودشون در سلول انفرادی بودن و این ظلم و جور رژیم ولایت فقیه رو شخصا تجربه کردن. بنابراین در این رابطه
جواب سوالی که من بخوام جواب من به سوال شما اینه که هدف رژیم شکستن شخصیت این انسان هاست، برای اینکه در خود این مستند هدفش ببینیم پیامدهای جسمی و روانی زندانی فردی سلول انفرادی برای کسانی که مورد این ظلم قرار میگیرن چیست. و این به طور کلی توجه داشته باشیم که در ایران قبل از انقلاب ما حدود 10,000 زندانی داشتیم و تعداد زندانیان سیاسی بسیار بسیار محدود بود و حتی تعداد زندانیان زن بسیار محدود بود. جمعیت 37 میلیون بود 43 سال قبل، امروز به 82 میلیون رسیدیم، ولی تعداد زندانیان ایران بیش از 25 برابر شده و تعداد زندانیان سیاسی، و من ترجیح میدم بهش میگم زندانیان وجدان، باهایی هستند، نیروهای چپ هستند، نیروهای آزادی خواه لیبرال هستند، کسانی هستند که مسیحی شدن، زندانیان وجدان، کسانی که به خاطر اعتقادات خودشون و یا تعهد به آزادی های مدنی گرفتار رژیم شدن. و هدف رژیم بالاتر از به هر حال مجازات کردن این افراد بر مبنای قوانین ارتجاعی و عهد بوق خودشونه، بلکه عذاب دادن زندانیان، این خیلی مهمه، عذاب دادن شخصی زندانیان یکی از اهداف رژیم و هدفش شکستن افراده. من سعی کردم ببینم که تعداد زندانیان زن تا چه اندازه زیاد شده که میدونیم که خیلی خیلی به براتب بیش از 25 برابر شده در مقایسه با 43-44 سال گذشته، ولی متاسفانه نتونستم تعداد دقیق رو بگیرم. ولی اینها واقعیاتی است که در رابطه با زندان وجود و در این مستند بحثایی که از طرف کارشناسان میشه فکر میکنم برای بینندگان این برنامه جالب و آموزنده باشه. جناب فرهنگ ببخشید، شما فرمودید که اون کنفرانس 9 ژانویه برابر با 27 دیماه، احتمالا فکر میکنم 19 دیماه باشه، اینطور نیست؟ اشتباه کردم، نهم ژانویه است. نهم ژانویه مصادف با 19 دیماه. 19 دیماه. بله، ممنون ازتون. اما اجازه بدید اولا یه نکته جالبی که اشاره کردید در رابطه با کتاب خانم محمدی این بود که ظاهرا 12 زن زندانی که تجربه سلولای انفرادی رو داشتن خاطرات اونها در این کتاب به اصطلاح منتشر شده، درسته یا من اشتباه میکنم؟ در این که بیشتر کتاب خیلی وسیع‌تر و بیشتر و در این مستند زنان و مردان هر دو اینها به اصطلاح کسانی هستن که شهادت میدن و از تجربیات خودشون صحبت میکنن در این مدت. بنابراین این کتابی است که مستندی است که بر مبنای انسانهایی که مورد ظلم و عذاب رژیم قرار گرفتن تهیه شده و شواهدشون بدون استثنا تمام کسانی بودند که در سلولهای انفرادی رژیم تجربیات به اصطلاح خاص خودشون رو داشتن که در اینجا توضیح میده. بله جناب فرهنگ، شما سالیان سالی که با سازمان دیدبان حقوق بشر همکاری میکنید و در این سازمان با همکاران مختلفی که از کشورهای گوناگون در این سازمان فعالیت میکنن تجربه و آشنایی دارید. به نظر شما حکومت‌های استبدادی دیگر که در جهان نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی برخوردهای نادرستی میکنن و با توجه به گزارش‌هایی که از جمله در همین کتاب خانم محمدی اومده راجع به وضعیت زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی، آیا تفاوت‌های وجود داره و اصولاً از نظر قوانین بین‌المللی و سازمان دیدبان حقوق بشر این نوع رفتارها به چه معناست؟ یعنی همین به طور مثال استفاده از سلول‌های انفرادی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان. ببین، ما وقتی راجع به حقوق بین‌الملل و به اصطلاح مبارزه برای حقوق بشر صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که در موارد بسیار بسیار استثنایی است که
به صورت حقوق بشر اجازه میدید که افرادی که مخاطی بودن مورد محاکمه قرار بگیرن. محاکمه که امروز در سوئد بس یه امر به صورت استثنائیه. چون قوانین دید حقوق بشر مثل بیانیه بین المللی حقوق بشر آخرین اصلش اینه که هیچ نوع به صورت محدودیتی برای دولت ها ایجاد نمی کنه. بنابراین مبارزه ایست که در مرحله نهایی نتیجه اون و رفتار اون در داخل کشور وجود داره. به طور دیدبان حقوق بشر مثل عفو بین الملل و مثل صدها نهاد مدنی مدافع حقوق بشر بر یک اصل استوار هستن و اون اینه که به اصطلاح به انگلیسی بهش میگن نیمینگ اند شیمینگ، یعنی افشاگری بکنین تا در بین جنایتکاران و مستبدین شرم ایجاد بشه، در حالی که رژیم مثل ایران از بیخوبان با اخلاق و معنویت و شرم بیگانه است. و اون نکته ای که بسیار در رابطه با ایران مهمه که حداقل من در تجربه خودم در هیچ جای دیگری نه تنها از نظر فعالیت های حقوق بشر بلکه نزدیک 40 سال تدریس این مسئله در دانشگاه تجربه دارم، اینه که در ایران توجه داشته دو اصل حاکمیت ولایت فقیه رو از آغازش راهنمایی کرده و این دو اصلی که در گفته ها و موعظه ها و کتاب های خمینی به طور وسیع راجبش توضیح داد، یکی ضدیت با ارزش های فرهنگی و اجتماعی مدرنه و این بسیار مهمه که وقتی تمامه که وقتی خمینی میگه ما از دامن کوتاه زن نگرانی بیشتری داریم تا ارتش آمریکا و یا رأی دادن زنها رو ضد اسلام میدونه و غیر ذالک، این اگرچه یک نمونه بسیار کوچکی از حرفای اوست ولی ضدیت اونها و از اونجایی که در این 100 سال گذشته تجدد بین بخشهایی از جوامع ایران مورد استقبال قرار گرفته در رابطه با زن و مرد، در رابطه با تحصیل، در رابطه با اهمیت قوانین و به طور کلی اون چیزی که بهش میگن مدرنیته یا تجدد پیشرفتهایی داشته. بنابراین ضدیت با این وقتی ما بدیم کتابهایی که امروز برای بچه ها از کلاس اول ابتدایی دارن به خوردشون میدن، دقیقا این ضدیت در اونجاست و رفتاری که با خودی و غیر خودی که در قانون اساسی ایران و رفتار اینها اومده، یعنی اون سنت یا خرافات و افسانه های شیعه‌گری بر ضد تجدد و علم، این معنی خودی و غیر خودیه. بنابراین این زندانیان سیاسی کسانی هستند که جز غیر خودی ها هستند، نه فقط به این دلیل که اقدام سیاسی علیه رژیم کردن یا موضعی گرفتن، بلکه اینها نمایندگان و یا مثالهای اون تجددی هستن که این رژیم از بیخوبان باش مخالفه. اصل دومی که و در این دو اصل تمام گروه های رژیم یکسان، اصل دوم اون چیزی که در قانون اساسی ایران هم هست که به اصطلاح میگن صدور انقلاب یا نفوذ انقلاب. شما توجه داشته باشین که سرمایه گذاری وسیعی که ایران در کشورهای خاورمیانه ایجاد نیروهای نیابتی خودش کرده، جنایات وسیعی که در سوریه کرد در تاریخ خاورمیانه بی سابقه است، یا ده ها هزار موشک دادن به حزب الله و در عراق و غیر ذالک. این دو اصل مثلا راجع به این اقتصاد ایران اصلا براشون که خمینی گفت اقتصاد مال خره، ولی البته گفت مال خره در کنار این که این دو اصل رو دنبال کردن، دو موفقیت هم این رژیم داشته. یکی ایجاد یک طبقه حاکمه جدید که این طبقه حاکمه جدید از بخش‌های پایین اجتماع و از روحانیون اومدن و در فساد و دزدی در تاریخ ایران بی سابقن و اصلا چیزی به اصطلاح راجع به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران براشون هرگز وجود نداشته و نمیتونه وجود، ولی فساد عجیبی در اینجا ایجاد کرد. یکی این موفقیت رو داشتن که در همین 43 سال تونستن یک طبقه حاکمه جدید که در واقع ثروت مملکت و بودجه سپاه پاسداران و بودجه نهادهایی که تحت کنترل آقای خامنه‌ای هست، اصلا ما این بودجه ها رو نمیدونیم، ولی اینا اقتصاد مملکت رو کنترل میکنن و
تمرکز ثروت در بخش های خاصی که قوم و خویشی هم توشون بسیار وسیعه اصلا بی سابقه است در تاریخ ایران. دوم اینکه اینها برای اولین بار در تاریخ ایران یک دستگاه سرکوبی درست کردن که اعضای اون ادامه منافع خودشون و یا موقعیت خودشون رو در ثبات و بقای رژیم میبینن. یعنی پاسبان امروز یا سرباز چیز امروز یا کسانی که فعالیت در خارج هسته به کلی از زمین تا آسمون با گذشته ها فرق میکنه. بنابراین مبارزه با این رژیم ماهیتا مبارزه با یک استعداد معمولی تفاوت اساسی داره. اینی که بله این رژیم در شکنجه زندانیان، در عذاب دادن به زندانیان که از نظر خودشون این نوعی در واقع ثواب میدونن، توی کشورهایی که من مطالعه کردم حتی در کشورهای خاورمیانه بی سابقه است. مثلا ایران تنها کشور اسلامی در دنیاست که حجاب اجباری رو قانونی کرده. این سنت وجود داشته در کشورهای اسلامی ولی در هیچ کجا قانونی وجود نداره، توی کتاب ها دادگاهی وجود نداره که بگه حجاب اجباری قانونیه، بنابراین کسی که مراعات نمیکنه قانون شکنی. این سنت وجود داشته، این خرافات و تعصب وجود داشته ولی نه قانون. ایران اینو قانون کرده و صدور انقلاب رو قانون، نفوذ گسترش نفوذ رو قانون کرده، تو قانون اساسی کشور رو برده. بنابراین ما با یه مجنون عجیبی سر و کار داریم که مبارزه با اون باید خلاق باشه و از به اصطلاح ضبط و ربطهای محمول مبارزه با استبداد فراتر بره. جناب فرنگ، اشاره کردید نسبت به شکل مبارزه که باید خلاق باشه و بر اساس نوع رفتار و عملکرد رژیم قطعا باید این خلاقیت به کار برده بشه. بیش از 43 ساله که فعالین حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی، امنستی، دیدبان حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران بیانیه میدن، اعتراض میکنن و تو سازمان‌های بین‌المللی مرتب این مسئله مطرح میشه. اما همونطور که خود جناب عالی هم اشاره فرمودید، این رژیم دو تا از ویژگی‌های اصلیش اینه که یک حاکمیت بی‌رحم فاسد درش به اصطلاح به وجود اومده در درون این ساختار این حکومتی، همچنان ثروت‌های مردم رو غارت میکنه، دزدی میکنه، اختلاس میکنه و یه ویژگی دیگه اینه که در برابر کسایی که دادخواه هستن و نسبت به این وضعیت اعتراض میکنن اونها رو سرکوب میکنه، شکنجه میکنه، به سلول انفرادی میفرسته، اعدام هم اگر لازم باشه میکنه. کما اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم و جناب عالی هم بهتر اطلاع دارید، تو همین هفته 3 نفر رو اعدام کردن و قراره 1 نفر دیگر هم اعدام بکنن از فعالان سیاسی و مدنی رو. این خلاقیت جدید به نظر شما که بتونه نتیجه بخش باشه و رژیم رو بادار و عقب نشینی بکنه لااقل در رابطه با این عملکرد به اصطلاح غیر انسانی که در برابر زندانیان سیاسی عقیدتی میکنه، این خلاقیت چگونه است به نظر شما؟ ما چه کار باید بکنیم که نتیجه این مبارزات تاثیرگذار باشه و حداقل جان زندانیان سیاسی رو ما بتونیم در امان نگه داریم با اون خلاقیت یا با اون اعتراضاتی که شما بهش اشاره فرمودید؟ اول بذارید بگم در هر دو اصل، یعنی ضدیت، دشمنی با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مدرن، با شکست وسیع مواجه شده. امروز بیش از هر زمان دیگری نسبت به خرافات شیعه‌گری و افسانه‌هایی که می‌زنن ضدیت در ایران وجود داره. یعنی اون روحانیت به اصطلاح اون پرستیژی که توی بخش‌های از جامعه ایران داشته اون مرده. بنابراین در رابطه این که بخوان جامعه رو از نظر فرهنگی برگردونن به جامعه قبیلگی 1400 سال پیش عربستان روسی، با شکست کامل مواجه شده. امروز سنجش افکاری که در ایران شده، این سنجش افکار نشون میده که بیش از 90% مردم ایران، زن و مرد، با حجاب اجباری مخالفند. حتی زنانی که خودشون حجاب دارن و
ولی فکر نمی کنن که این باید اجباری باشه. و این مطالعات خیلی وسیع و دقیق آکادمیک در این رابطه شه. بنابراین از این جهت هر چقدر که از این جهت بیشتر شکست می خورن، نیاز به استفاده از سرکوب بالا میره. یعنی رژیم در واقع سه حربه ادامه حاکمیت داره. یکی تفنگ به اصطلاح استعاره ای استفاده میکنه، یعنی دستگاه سرکوبه. یکی نفته که پول نفتی. یکی هم افسانه ها و خرافات شیعه گریه، یعنی اون چیزی که بهش بگیم خرافات مذهبی یا ایدول. از این سه تا استفاده کرده و در حداقل در مورد نفت و در رابطه با استفاده از خرافات و این حرفا روز به روز ضعیفتر شده، هم به خاطر پیشرفت ازدیاد جمعیت و وضع واقعا وحشتناک اقتصادی که در مملکت ایجاد شده و هم تحریم هایی که به خاطر ضدیت با خارج داره. توجه داشته باشیم که ضدیت رژیم ایران با جهان غرب به طور اهم و آمریکا به طور اخص هیچ ارتباطی به عدالت، به حقوق نداره، بلکه آمریکا و جهان غرب در واقع جای کشورهایی هستند که این ارزش‌های مدرن در اونجا رشد کرده، وسعت پیدا کرده و بسیاری از بخش‌های به صورت تحصیل کرده ایرانی رو تحت تاثیر گذاشته. ضدیت فرهنگی است، نه ضدیتی که مربوط به تئوری های مثلا امپریالیسم و کلونیالیسم و این حرف هاست. این و خیلی هم مهمه. و ضدیت با اسرائیل، اینم بسیار مهمه با اینو بفهم، ضدیت با اسرائیل اینه که چون میخواستن توده های عرب رو تحت تاثیر انقلاب ایران قرار بدن و اوائل انقلاب ایران در کشورهای عربی برای توده های عرب جذابیت داشت و در اونجا دولت های عرب به این واقعیت پی برده بودن که با اسرائیل باید ساخت، اسرائیل کشور قوی شده، جنگ با اسرائیل جز مصیبت هیچ پدیده‌ای براش نده، مصر صلح کرد، اردن صلح کرد، امارات صلح کرد. بنابراین ایران میخواست بیاد به توده های عرب که احساسات ضد اسرائیلی داشتن به اونها بگه که تنها کشوری که در برابر اسرائیل قرار داده ایرانه، که بخواد اینی که میومدن حتی با حل مسالمت جویانه مسئله فلسطین مخالفن. با یاسر عرفات کسی بود که اولین کسی بود که وقتی ایران اومد تونست یه لبخند روی صورت خمینی بذاره، ولی بعد که با اسحاق رابین و نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن ملاقات کرد، در ایران گفتن او جاسوس و ضد اسلام و غیر زاده. البته دست راستی های اسرائیل، از مذهبی های دست راستی اسرائیل که شباهت زیادی به دست راستی های خمینی و شرکا دارن، اونها هم کسانی بودند که اسحاق رابین رو در اسرائیل ترور کردند. بنابراین این توجه داشته باشیم، وگرنه ایران آخونده خوب میدونن که اسرائیل نمیتونن اسرائیل رو شکست بدن یا اسرائیل رو نابود بکنن، میخوان از احساسات ضد اسرائیلی در جهان عرب استفاده بکنن. به همین دلیلم هست که من فکر میکنم مبارزه برای حقوق بشر در درجه اول ایجاد یک تشکیلات بین المللی دموکراتیکه. ما میگیم طرفدار دموکراسی هستیم، طرفدار حقوق بشری. بیش از 7 میلیون ایرانی به خارج از کشور اومده. اگر 2% از این 7 میلیون یک تشکیلات بین المللی غیر انتفاعی، نه تنها مدافع حقوق بشر، نه تنها افشاگری راجع به جنایات رژیم ایران که اون در اون مورد هیچ کمبودی نداریم، سازمان های بین المللی اینقدر، ولی در این مورد ترویج فرهنگ حقوق بشر بین خود همون مخالفین رژیم، یعنی بیان بگیم که نه اینکه ما بدیل آینده باشیم، مبارزه ضد رژیم در داخل کشوره و نسل‌هایی هستن که امروز 75% بعد از انقلاب متولد شدن یا بچه کوچیک بودن در اون موقع، ولی در خارج از کشور که ما از امنیت و از آزادی برخورداریم و ادعاهای سیاسی و فرهنگی وسیعی هم داریم، آیا ما در اینجا تونستیم یک تشکیلات غیر انتفاعی که حداقل 5000 عضو 500000 عضو حق عضویت پرداز داشته باشه که بتونن مخارج یک تشکیلات رسانه‌ای رو بدن و یک کار حرفه‌ای بکنن، بگن که ما نه تنها
از حقوق بشر دفاع میکنیم، نه تنها از دموکراسی دفاع میکنیم، بلکه یک تشکیلات دموکراتیک درست کردیم و ترویج حقوق بشر رو فقط بر ضد رژیم نمیدونیم، بلکه بر ضد رفتار و کردار خودمون هم میدونیم. این کارزار حقوق بشر هدفش اینه، ولی با نهایت تأسف هنوز به اون شکلی که ما انتظار داشتیم نتونسته عضو جمع بکنه. 50 نفر 60 نفر به طور کلی، خود حتی روشنفکران ایرانی، حتی کسانی که در انسانیتشون، در نیتشون، در فهمشون کوچکترین تردیدی نیست، مقالات عالی می نویسن، ولی همین که به کار تشکیلاتی میرسه که میخوان عضو یه تشکیلات بشن، یک اکراه عجیبه. و دقیقا این اکراه در عضویت شدن یه تشکیلات، یعنی اکراه در ایجاد تشکیلات، یکی از پیامدهای فرهنگ قبیله‌ایه که ما قرنها و قرنها داشتیم و هنوز هم ممکنه پی اچ دی داشته باشیم، دکترا داشته باشیم، مهندس باشیم، ولی این رفتار و کردار و خلق و خوی قبیله‌ای که نمیخوام یک عضو عادی تشکیلاتی باشیم و به تصمیمات دموکراتیک کسانی به وسیله اعضا انتخاب شدن احترام بگذاریم، هنوز بسیار بسیار ضعیفیم. هدف فعالیت خارج از کشور فقط این نیست که افشاگری جنایات رژیم رو برای جهانیان روشن بکنیم، بلکه نشون بدیم که رفتار و کردار دموکراتیک در مجامع خود ما امکان پذیره. اینه به عنوان یک بدیل، به عنوان یک نمونه، به عنوان یک سمبل به مبارزین داخل کشور ارائه بدیم. جناب فرهنگ، ممنونم که این بحث رو باز کردید و اشاره به نکات ضعفی که در بین فعالان حقوق بشری هم وجود داره اشاره فرمودید. اجازه بدید این نکته رو در همین برنامه در حضور خودتون با بینندگان این تلویزیونم یا این برنامه هم در میون بگذارم. خود من در طی سالهای گذشته به عنوان یک کنشگر سیاسی تعریف می شدم و در طی سالهای اخیر تحت تأثیر نظر شما در خصوص تشکیل یک سازمان حقوق بشری وسیع و بین المللی قرار گرفتم و بدنم در خدمتتون این جمعیت به اصطلاح معروف به کارزار برای حقوق بشر در ایران رو با حضور خودتون و با کمک بسیاری از دوستان دیگر مثل آقای ستوده و بسیاری از خانوما آقایونی که تو این زمینه فعال بودن تشکیل دادیم و در همین جمع ما هم کسانی هستن که در این حال سازمان‌های جداگانه تحت همین نام حقوق بشر درست کردن و من هم همونطور که عرض کردم با اطمینان به نظری که شما در رابطه با اهمیت ایجاد یک تشکیلات بین المللی حقوق بشری مطرح کرد و اشاره کردید، فکر می‌کنم که به وجود اومدن یک چنین تشکیلاتی، یک چنین جمعیتی در شرایط کنونی هم میتونه به طور جدیتر رژیم رو تحت فشار قرار بده، هم میتونه حمایت‌های بین المللی رو ایجاد بکنه، همونطور که باز خودتون هم اشاره کردید هم میتونه حمایت ایرانیان بیشماری رو که حاضرن برای کار درست و مؤثر هم حمایت بکنن، هم کمک مالی بدن تا اینکه بتونه این تشکیلات امکانات تبلیغاتی لازم رو به طور مستقل برای خودش ایجاد بکنه رو مهیا بکنه. اما متاسفانه علارغم همه این توضیحاتی که شما در این رابطه در طی این سالها دادید و بسیاری از این فعالان حقوق بشر در ارتباط با خود جناب عالی هستن، چرا نمیگذارن که این سازمان سراسری بین المللی حقوق بشری که هم بتونه فرهنگ سازی بکنه و هم بتونه زمین سازی برای همگرایی و همصدایی بیشتر این 6-7-8 میلیون ایرانی رو در خارج از کشور در حمایت از مبارزات مردم کشور ما و دادخواهی و حقخواهی که در تمام این سالا داشتن قرار بده، چرا نمیتونه، چرا هنوز نتونسته به وجود بیاد؟ شما اشاره، معذرت میخوام، شما اشاره کردید به فرهنگ، به هر حال این فرهنگ که حاکم بر ماست، ولی واقعا جامعه روشنفکری که خودش میگه من با این فرهنگ مذهبی عقب مانده که توی حکومت اسلامی ایران ما میتونیم ببینیم به ادعا میکنه که با اون مخالفت، چرا خودش مرتکب یک چنین اشتباهی میشه؟ اولا تمام فعالیت که افراد یا گروه های کوچک راجع به حقوق بشر میکنن تمام قابل احترامه، آدم موجب افتخار همه ماست، در هر کل 2 نفرن، 1 نفرن، 3 نفرن، ولی این کافی نیست.
کافی نیست. به این دلیل که اگر حقوق بشر بالا فراتر از محکوم کردن و یا افشاگری راجع به رژیم باشه، یعنی بدیلی، یه بدیل سمبولیکی، یه بدیل به اصطلاح نمادینی بخواد در برابر فرهنگ استبدادی درست بکنه، نیاز به کار حرفه‌ای داره، نیاز به کار حرفه‌ای جمعی داره. و ما به طور کلی، ما ایرانی ها و مثل بقیه کشورهای خاورمیانه که من بیشتر از نظر کاری و حرفه‌ای مطالعه‌ام روی اون خطوط بوده، جاهای دیگر رو نمیدونن به اون شکل، ما مشکل تشکل داریم. یعنی به تشکل در ایران چجوری بوده؟ تشکل در ایران در نظر تاریخی در همین یک قرن گذشته نگاه میکنیم، یا اینکه یک فرد بلا منازع بوده. حالا ما فرد بلا منازعی که میتونه مورد احترام من و شما باشه، یه فرد بلا منازعی بوده، یه خمینی بوده، پس یک رضاخانی بوده، یک مصدقی بوده، فرق نمیکنه، یک داریوش فروهری بوده، یک خلیل ملکی بوده، انسانهای برجسته بعد میتونستن هر ایدئولوژی فکری داشته، که در واقع گروه هایی که بودن ملحق میشدن به این فرد. این حزب به یک فرد، حزب زحمتکشان ایران بود، حزب بقایی، حزب ایران بود، حزب آقای دکتر سنجابی و زیرکزاده و غیرزاده، یکی این بود، یکی هم ایدئولوژی لنینیسم و استالینیسم بوده. من اصلا اسم مارکسیسم رو نمیخوام بیارم، برای اینکه اصلا مارکسیسم خود بیچاره مارکس و من مارکسیست نیستم، از بس تفسیرهای متنوع و بیمعنی ازش حرفاش کردن. کارهایی که مثلا حزب توده یک سیستمی بود که عین ولایت فقیه بود، چریک های فدایی خلق، هیچ نوع تکثر یا بینشی که بخوان بهش به رقیبی که احترام بذارن نداشتن. بنابراین پیروی بدون چون و چرا و بدون تزلزل از ایدئولوژی یکی بود، یا دنبال روی از رهبر بلا منازع دیگه. امروز در جهانی که ما زندگی میکنیم اون ایدئولوژی ها همه سراب از آب در اومدن. بنابراین دنبال منتظر این باشیم که یک پیامبر جدیدی درست، یه استالین جدیدی درست بشه، یه لنین جدیدی درست بشه، یه ماهایی درست بشه که این به اصطلاح مدینه های فاضله فراملی درست بکنن و یا خمینی درست بشه، تموم شد رفته. امروز اون چیزی که ما نیاز داریم تشکیلات دموکراتیکه، و ما این عادت رو نداریم که یه روشن فکر ایرانی بگه من عضو یه تشکیلاتم، رأی میدم، میتونم فعال باشم، ولی نه به این معنا که اون تشکیلات، یعنی تشکیلات دموکراتیک یعنی هیچ ارتباطی به یک فرد نداشته باشه و نماد مدیران اون برای یک سال یا دو سال تشدید انتخاب بشن. شما اگه شما عفو بین الملل الان بیش از 50 ساله که عضو حق عضویت پرداز عفو بین الملل هم، ولی شما اگه از من بپرسید رئیس عفو بین الملل که ممکنه اسمشو نتونم بگم، برای که یه دونه فرق نیست، یه تشکیلاتی در اونجا هست که این تشکیلات دموکراتیک اداره میشه. یا مثلا دیدبان حقوق بشر و بسیاری نهادهای دیگه که شما خیلی بیشتر در سوئد هستی باش بهتر از این جهت باشه. ما یه همچین، یعنی اینو نداشتیم ما تو ایران در این 100 سالی که مبارزه برای تجدد، مبارزه برای دموکراسی از زمان مشروطیت به بعد ادامه داشته. این که بگیم یک تشکل دموکراتیک ایجاد بکنیم، همچی چیزی نبوده. و این تشکل دموکراتیک در حال حاضر از جذر سیاسی، ما در خارج از کشور دنبال روی از اون خیلی به صدا حرف رومانتیکیه، ولی از جهت حقوق و تمام کسانی که امروز بر ضد رژیم ایرانن صحبت از دموکراسی و صحبت از حقوق بشر میکنن. بنابراین چقدر خوبه که ما یه تشکیلات فراجناهی، فراحزبی و فرا ایدئولوژیک داشته باشیم که متعهد به حقوق بشره و متعهد به ارزش‌های دموکراتیکه. و دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی اینی که در جامعه به طور اجتناب ناپذیر اختلاف عقیده، اختلاف سلیقه، اختلاف منافع و استکاک شخصیت وجود داره، چون طبیعت انسانه. یه جامعه در سراسر تاریخ داریم که اینا توش نباشه؟ نه. بنا دموکراسی یعنی اداره کردن این واقعیات و محدود کردن این تضادها و تناقضات با پیروی از قانون. ما این کار رو در خارج از کشور میتونیم بکنیم و در خارج از کشور
اصلا و ابدا ما کمبود فهم و شعور و دانش و تحلیل نداریم به هیچ وجه. روشنفکران ایران، فعالین ایران، مقالاتشون رو میخونین، سخنرانی‌هاشون رو گوش، اصلا و ابدا کمبود فهم و دانش و تحلیل نیست. اونجایی که کمبود وجود داره اراده تشکله، اراده تشکلی که بگه من عضو این تشکیلاتم و میخوام این تشکیلات یک برنامه تلویزیونی خودش رو داشته باشه که هدفش نه تنها مبارزه با برای دفاع از حقوق بشر و زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در ایرانه، بلکه هدفش ترویج فرهنگ حقوق بشر نه تنها در گفتار بلکه در رفتار و کردار این تشکیلات که دموکراتیک اداره میشه. این کار من میگم اگر فقط 2% از این 7 میلیون ایرانی که خارج از کشور اومدن در این 43 سال علاقه‌ای به این اصل داشته باشن، ما میتونیم یه کار بسیار بدی و جالبی بکنیم، ولی تا حالا با نهایت تأسف موفق نشدیم. بسیار ممنون جناب دکتر فرهنگ. همونطور که اطلاع دارین در رابطه با همین مستند و کتاب شکنجه سفید که کار خانم نرگس محمدی است، یک کمپین هم برای آزادی ایشون تشکیل شده، چون همونطور که میدونیم ایشون هم چند هفته است که دوباره بازداشت شدن و در زندان هستن. امروز من با یکی از فعالان مدنی در ایران صحبت میکردم، ایشون هم مطلع بودن از تشکیل یک چنین کمپینی برای خانم محمدی. از من سوال کردن که در بین زنان زندانی ما کسانی رو داریم مثل خانم زینب جلالیان که 12 ساله بدون هیچ گونه به اصطلاح مرخصی که معمولا به برخی از زندانیان داده میشه در زندان دچار بیماری های گوناگونی شده، با اینکه جوان هستن ایشون و از جمله اینکه بیناییشون حتی دارن دست میدن، یا خانم سهیلا حجاب که از زندانیان حقوقدان و وکیل هستند، یا به طور مثال خانم مریم اکبری منفرد که وقتی که رفتن زندان دخترشون 2 ساله بود و الان دخترشون 9 سالشونه، یعنی 7 ساله که نتونسته وظیفه مادری خودش رو در قبال کودک خودش انجام بده. سوالش این بود که چرا این کمپین برای آزادی، حتی اگر مخصوص آزادی زنان زندانی زن باشه، چرا در مورد آزادی زینب جلالیان، سهیلا حجاب و مریم اکبری منفرد اسمی برده نشده؟ به این دلیل که چون این مستند نیست که خانم محمدی ساخته و کسانی رو که دعوت کرده هیچ، من بقیه شاید تعدادی از افرادی که شما اسم بردین ممکنه که جزء همون افرادی باشن که در این مستند وجود دارن، ولی او این کار، ولی در اون بحثی که بعدش بین نماینده عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، کارزار بین حقوق بشر و آقای رحمانی میشه، به طور مسلم تمام این مسائل مطرح، ولی این میتونه کمبود ما باشه. این دقیقا میتونه یکی از مشکلاتی باشه وقتی ما تشکیلاتی اگر داشته باشیم دقیقا به این اظهار نظرها و به این انتقادها آدم توجه بیشتری میکنه و چیز یاد میگیره. هر انتقاد بسیار صحیحیه بدون چون و چرا. علتش هم اینه که بعضی افراد به دلیل دوستانی که دارن، به دلیل فعالیت‌های خودشون، به دلیل کارهای استثنایی که کردن، اونها میتونن بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. که مثلا من اسامی رو الان در اینجا میتونم بیارم که میدونم اینها به فعالیت‌های زیادی در خارج از کشور برون شد و نتیجه هم داد. ولی یه نکته بالاتر از این بخوام بگم، اونی که رژیم ایران یک ترفندهایی هم داره میزنه و اون ترفندها اینه که چون در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای خاورمیانه ایدئولوژی برای رژیم ایران بسیار مهمه، یا اون خرافات و افسانه های شیعه گری که اونجا به عربی دائم دارن هر روز پخش میکنن براشون مهمه. اوائل امر انقلاب ایران برای توده های عرب جذابیت داشت، امروز اون جذابیت به شکل وسیعی نزول کرده. اینه که یه مقداری از فعالیت های حقوق بشری ما اگر بتونیم تشکیلاتی داشته باشیم باید به عربی هم باشه و هستن ایرانیانی که عربی، اگر ما بتونیم یه برنامه تلویزیونی داشته باشیم که بخشش هم عربی باشه، اون توده های عرب واقعیات راجع به ایران، جنایات رژیم ایران، فساد ایران، شکنجه‌گری راجع به ایران، هرچی بیشتر رژیم ایران عجیب،
اونجا سرمایه گذاری کرده برای اینکه نفوذی داشته باشه تو توده های عرب. اعتراضات بسیار صحیحه و علت اینکه روی بعضی افراد تأثیر زیادی گذاشته میشه و بعضی انسانهای دیگه که به همون اندازه مبارزه کردن مورد نظر دیگران نیستن، این دقیقا یکی از مشکلاتی است که تکروی مبارزه کردن، یک نفری، دو نفری، سه نفری دنبال دفاع از حقوق بشر بودن. پاسخ این کار رو فقط ما موقعی میتونیم اصولی بدیم که بتونیم یک نهاد حقوق بشری مورد اعتبار داشته باشیم که در اروپا و آمریکا به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی ثبت شده باشه. بله. خب بازم اجازه بدین در همین رابطه من نکته رو خدمتتون عرض بکنم. تو سه برنامه گذشته یه مهمانی ما داشتیم از چهره های فعال سیاسی و فرهنگی که از همیهنان عرب خوزستانی ما بودن. ایشون میگفتن که در طی این سالها بیشترین کسانی که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن یا کرد بودن یا بلوچ بودن و یا عرب بودن. البته من با این آمار ایشون موافق نبودم، ولی نتیجه گیری میخواستم بکنن که متاسفانه جامعه سیاسی و روشنفکری و حقوق بشری ایران بین زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی تفاوت قائل میشه. از جمله این که همین سه زنی که من الان خدمتون اسم بردم، خانم زینب جلالیان که 12 سال زندانه بدون مرخصی، ایشون کرد هستن، از زنان فعال کرد هستن. خانم سهلا حجاب که حقوق دانن، گرایششون گرایش طرفداری از نظام پادشاهیه. و خانم مریم اکبری منفرد، گرایششون بنا به گفته هایی از طرفداران سازمان مجاهدین هستن. و دیده میشه که در بسیاری از مواقع سازمان های حقوق بشر، جناب فرهنگ، به طور مثال سالیان سال برخی از سازمان های حقوق بشری در خارج از کشور صرفا از حقوق خانم نسل ستوده مثلا حمایت میکردن که قطعا باید از حقوق ایشون و از آزادی ایشون هم باید دفاع میشد. اما توجهی به نمونه هایی که اسم بردم خدمتتون رو از خودشون نشون ندادن و همکنون هم باز همینه. من از شما خواهش میکنم با توجه به اهمیت این مسئله که یک فعال حقوق بشری، یعنی کسی که برای حقوق بشر صرف نظر از این که چه ایده‌ای داره، چه مذهبی داره و چه زبانی داره و چه موقعیت اجتماعی، باید به طور یکسان حمایت بکنه. بنابراین چگونه میشه با این طرز تفکری که یک گروه چند نفره خودش رو طرفدار حقوق بشر میدونه، اما بین افراد سیاسی و فعالین سیاسی که امروز در زندان هستن تفاوت قائله و عملا اسمی از کسانی که نزدیکی فکری با اونها ندارن رو نمیبرن، آیا به نظر شما یک چنین رفتاری صدمه نمیزنه حداقل به اون به اصطلاح اصالت و اهمیت مسئله مربوط به حقوق بشر که یک به اصطلاح یک دیدگاه جهان شموله و همه جامعه مدرن و دموکراسی خواه امروز دنیا بهش باور دارن؟ کاملا. چون اگر مطالعات عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر رو راجع به ایران ببینین، این انتقاد بهشون وارد نیست. یعنی واقعا مطالعات یک کتابخونه ای درست کردن. ولی راجع به ایرانی ها حرف شما کاملا درسته، برای اینکه ما تشکیلاتی نداریم، برای اینکه 2 نفر 3 نفر در این کشور، در اون کشور، در این شهر، در اون شهر با یه زندانی سیاسی دوست بودن یا ارتباط برقرار. مثلا در همین رابطه اینجا این خانم ترانه روستا با خانم محمدی شخصا در تماسه، اگرچه خودش بیشتر در آمریکا زندگی کرده و تشکیلاتی هم که داره تشکیلات آمریکاییه و بیش از 1000-1200 نفر اعضای داره، ولی این که آشنایی 2 نفر ایجاد میشه، این نقش ایجاد میکنه. بنابراین تنها راه این که این انتقاد بسیار صحیحی که شما مستقیم و غیر مستقیم یا خودتون یا دوستان دیگه مطرح میکنن، فقط در صورتی میتونه رفع بشه که ما یه تشکیلات حرفه‌ای داشته باشیم. این که
کارها همه داوطلبانه باشه، هر کسی بعد از یه مدتی خسته میشه، هر کسی بعد از یه مدتی انرژیش کم میشه. ولی اگر تشکیلاتی باشه که ما بتونیم دو نفر رو استخدام بکنیم، دو نفر مؤسسین ایرانی که سختم علاقمند به تو دانشگاه، به جایی که تو دانشگاه کارهایی بکنن، یک کار حرفه‌ای کردن، یعنی بتونی دو نفر سه نفر بتونن حقوق هفته 20 ساعت کار بکنن که شغلشون هفته 20 ساعت این باشه، در اون موقع تمام این مسائل میتونه مورد توجه قرار بگیره. ولی تا زمانی که فردی کار میکنی، هر کی از یه گوشه یه اعلامیه میده یا مینویسه و بقیه امضا میکنن، این اشتباهات پیش میاد. من فکر نمیکنم که واقعا فعالین حقوق بشر نیت این رو داشته باشن که ارزش یک فرد رو بیشتر از دیگری بدونن، ولی اینکه اگر یک فرد بتونه توجه بیشتری در اونجا جلب بکنه، اکثر عمل بیشتری هم میگیره. این مصیبت بزرگیه و این مشکل فقط در صورتی میتونه حل بشه که ما بتونیم یک تشکل حقوق بشر اعتبار با اعتبار بین المللی ثبت شده داشته باشیم که حداقل مخارج ابتدایی اون از طرف حق عضویت حداقل 500-600 نفر اداره بشه. اگر این کار بشه، نیروها ایرانی های توانمندی در ایران و اروپا، در اروپا و آمریکا هستند که به یک تشکیلات حقوق بشری که کسب اعتبار بین المللی کرده کمک های قابل مادی قابل توجهی بکنن. ولی اگه دو نفر سه نفر برن این کمک ها رو بخوام بگیرن، این اتفاق نمیفته. بنابراین این اشتباه در واقع به همین دلیل هست میگم برای دفاع از حقوق بشر باید تو آینه نگاه بکنیم ببینیم ما باید چیکار بکنیم. این که کار امید ما هنوز اینه که این کارزار بتونه دو سال طول بکشه، سه سال طول بکشه، بتونه به اون نهاد بین المللی تشکیل بشه که این انتقاداتی که شما مطرح میکنین مورد توجهش قرار بگیره. جناب فرهنگ، خستتون کردم. به عنوان آخرین پرسش، من امروز به شبکه‌های مجازی یه مقدار مراجعه کردم تا ببینم در رابطه با این هموطنمون آقای عباس دریس که حکم اعدام براش صادر شده و دستگاه قضایی رژیم گفته در آبان ماه 98 این شخص از روی پشت بام خانه خودش ماموران انتظامی رو به اصطلاح مورد اصابت گلوله قرار داده، در صورتی که این شخص مسلح نبوده و محل مسکونیش با اون منطقه‌ای که درگیری بوده بین مردم و ماموران رژیم در آبان ماه 98 فاصله بسیار زیادی بوده. هیچ کدوم از سازمان‌های حقوق بشری فعال نبودند، فعال نیستند تا به امروز در رابطه با دفاع از جان این هموطن عرب ماشرقی ما. یک دقیقه وقت داریم، نقطه نظرتون راجع به این مسئله لطفا بفرمایید. اطلاعات شما، اگه اطلاعات شما بتونید به عنوان یک بیانیه یا به عنوان حتی یک نوشته‌ای برای عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر اگر بفرستین، به احتمال قریب به یقین اونا دنبال می‌کنن. حتما من این کارو میکنم، میفرستم خدمت خودتون که شما لطفا اقدام کنید. با کمال میل. بسیار ممنون جناب فرهنگ. به پایان وقت برنامه رسیدیم. اجازه بدید به اتفاق جناب والی با بینندگان این برنامه تا برنامه دیگر خداحافظی بکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.